سلام، ایشالا که همیشه سرشار و برقرار باشی. آقا این کش برجام بد جوری داره کش میاد. دلواپسای نظام دنگ گرفتن که آقا تحریم های جدید و قوانین آمریکا نقض برجامه، پس باید برجامو متوقف کرد. این برجامی که خود آقای عراقچی میگه نقض فاحش شده است و چرا دارید نابود میکنی؟ این خانه از پای بس ویران است، بعد این در پی نقش برجام است. بابا دودمان ولایت داره نابود میشه، بعد تو دلواپس نابودی برجامی. دقیقاً اون چیزی که الان ما مشاهده میکنیم، این نوع تحرکات و این نوع اقدامات قاعدتاً نه با بند 29 برجام همخوانی داره و نه با بند 26 برجام. سوال اینه که واکنش دولت ایران در واقع به این تحرکات چه شکلی میتونه باشه؟ میتونه یک در واقع تشکیل کمیسیون مشترک رو پیش از برجام خواستار بشه؟ داستان واکنش دولت شیخ‌پری داستان همون باباییه که پای منقل نشسته بود، بعد یهو مامورا ریختن سلاح کشیدن گفتن بی حرکت، طرف برگشت گفت داداش کو حرکت. حالا هم باید گفت بابا این دولت زهرمالی شده که نای حرکت و این حرفا نداره که. بفرما، اینم یه حرکت زهرالود از شمخالخالی نظام که مثلا دبیر شورای امنیت آخونده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد قانون موسوم به روادید آمریکا مغایر صریح بند حسن نیت در برجام است. آقای شمخانی گفت نمیتوان هر روز قانون و رویه جدید برای ایجاد محدودیت‌های خصمانه و سرقت غیرقانونی اموال مردم ایران به تصویب رساند و در کنار آن از اعتمادسازی و حسن نیت سخن گفت. اگه واکنش جوندارتر میخوای برو سراغ اولاقچی. این یکی با یه پاس بغل پا توپ و شوت میکنه تو زمین مجلس آخوندی. برای توقف اجرای برجام منتظر نظر کمیسیون نظارت هستیم. به این میگن سنگ کردن به شیوه اولاقچی، یعنی خودش هم میدونه که کمیسیون نظارت یعنی کشت. معنیش اینه که توقف بی توقف. بابا تو این وضعیت خود ولی فقیه هم دنبال توقف نیست، چون میدونه که توقف همانو سفت شدن دوباره تناب تحریم‌ها دور گردنش هم همان. کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مفاد نامه 50 نماینده مجلس به رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد. در این نامه بر گزارش اخیر آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه شورای حکام آژانس، مصوبه اخیر پارلمان آمریکا درباره محدودیت ویزا و نیز نامه جان کری وزیر خارجه آمریکا به ظریف تاکید شده و نمایندگان خواهان برخورد جدی دولت و دستگاه دیپلماسی در این چهار حوزه هستند. بفرمایید، تو نامه این دلواپسای جوشی هم اثری از توقف برجام نیست. حالا سوالی که پیش میاد اینه که پس این داد و قالا واسه چیه؟ این جماعت با این جیغ و بیغشون دنبال چی هن؟ جوابش یک کلمه است: نمایش انتخابات. بله، دلواپسا میخوان این قضیه رو چماقی کنن و بکومن تو سر کوسه. کوسم که خودش یه پا آیت الله مارمولک هاست، دست تعریف و خونده و طبق معمول نیش خودش رو زده. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موانع برجام در داخل و خارج از کشور، تصویب قطعنامه ها علیه ایران را ظالمانه دانست و گفت معلوم نیست مخالفت بعضی ها در داخل با چه هدفی صورت می گیرد که صراحتاً از لغو برجام و برگشت به دوران تهدید و تحریم می گویند. میگه الکی واسه من قپی توقف برجام و نرفا نیای. لغو برجام یعنی تهدید و تحریم، یعنی خطر شاخ به شاخ شدن با دنیا و همون تحریمای عظم و خفه کن. یعنی دلواپسا میخوان بزنن تو سر جام زهریا.
جام زهری ها هم مجبورن هی زهرخوری رو تبلیغ کنن، جبتشون هم پیادن، یعنی بلمعتلن، حالیشون نیست که اینجوری دارن راه باز میکنن برای دشمنای نظام. خب آقا زد زیاد، فردا شب بازم خدمت میرسیم.